درود بسیار خدمت همه شما یاران ایران فرد. نوروز رو پشت سر دارید میگذارید. روزهای دید و بازدید، روزهای به بهار نگریستن، دل سپردن به امید، امیدی که به پنجره میزنه، در آواز دلنشین پرندگان، در اون نمنم باران سحرگاهی و در گلهایی که اندک اندک باز میشوند و جمع مستان میرسن. به هر حال برای من سال گذشته سال پرتلاش و در این حال سالی بود که امیدها جوانه میزد با رفتار شما، رفتار فرهنگی و اجتماعی شما، با عجز نظام، با شکست‌های نظام. برای شما تصویر کردن که بله، سردار رمبو سلیمانی شرق و غرب عالم رو فتح کرده. مگه نیدین عکسش رو جلد مجله نیوزویک اومده؟ مگه نمیبینین روزنامه واشنگتن پست دربارش مقاله می‌نویسه؟ واشنگتن پست درباره بن لادن و ابوبکر بغدادی هم مقاله نوشته. اون روزی زیبا بود که می‌دیدیم مقاله‌ای نوشتن که سردار قاسم سلیمانی، یکی از افسران بلندپایه سپاه پاسداران، از خزینه شخصی خودش یتیمخانه‌ای رو در زادگاهش کرمان برپا کرد، کمک کرده که سالمندان خانه بهتری داشته باشند. چقدر زیبا بود، چقدر آدم اون وقت دلبسته قاسم سلیمانی میشد. شاید بعضیا بگن آقا قاسم سلیمانی کارش جنگیدنه. ای کاش در راه ایران میجنگید، نه در راه ولایت فقیه. اینا تفاوت هاست. باری زیاد حرف نزنم، بریم سر پیام های شما، پیام هایی که گاه بعد از اینکه در برنامه پخش میشه من دوباره میرم میشنوم، تأمل میکنم چقدر پر از مهر و عشق، چقدر انرژی مثبت داره. میریم نخستین پیام رو گوش میدیم. یه صحبتی هم اینجا بکنم، دوستان عزیز من، یاران ایران فردا، گاهی پس و پیش ممکنه بشه، مثلا تعدادی پیام میمونه، من دلم نمیخواد اینها رو بی پاسخ بگذارم. اگر تأخیری در پخش پیام هاتون، که مثلا هفته پیش پیام گذاشتید میبینی ای داد چرا پخش نشد، پیام های مونده اونا رو میخوایم بگذاریم. ما صدها پیام میگیریم و بعضیش خصوصی، سوالاتی دارن، مطالبی دارن، بعضی از من میخوان بهشون زنگ بزنم، اینا متفاوته. اما اون پیام هایی هم که میفرستید خیلی خوشحالم. گاهی اوقات بعضی تلویزیون ها رو نگاه میکنم، زنگ میزنن، ناسزا میگن، حرفای نامربوط میگن. باورتون میشه یک حرف نامربوط من نمیشنوم. حتی اونی که دشمن ماست با ادب دشمنی میکنه. و چقدر خوشحالم که خطاب ایران فردا، زبان ایران فردا، حتی مخالفانش رو وادار میکنه به همون زبان سخن بگویند. و این به اعتقاد من افتخاری است برای من و همکارانم و همه شما نازنینانی که اینطور با عشق به تلویزیون خودتون نگاه میکنید و نظر میدید. میشنویم. سلام، من روز شب خوب برای شما آرزو میکنم. خسته نباشی به شما میدم. لطفا انتقادا هر کدوم سازنده از مورد قبول قرار بدید و هر کدوم موردان افراد کنید. آقای شاب شپر برنامه داره به من دویم فلان نمیدونم. انتقاد من در اینجا از کمی برنامه سازه هم تدیزون ساده و مردم پسند کار میکنن میونه میرن، ولی یه آقا مثل که در شورای امنی سازمان مرا برنامه داره، اول یک اطلاعی خودخانه رو پرده تلویزیون اعلام کنه، من فلان و بهمان و این برنامه چنان از چنان. این صحیحی سادگی در کار بیشتر مخاطر جذب میکنه. بعد از برنامه یه بدونی که خود عالی جناب سایت رو اعلام کنه، یه خانم با لهجه انگلیسی و فارسی شکسته میاد سایت اعلام کنه.
این اهانت به بیننده و مخاطب است. این خود تلویزیون در شروع به کار روزانه شما اعلام میکنند مسئولیت هر برنامه با برنامه ساز و تهیه کننده است. ایشان مشکلات اخلاقی دیگری هم داره که من از دوست من اگر با به میلتون است به هر حال تلاش هایی بوده که این برنامه ها در جهت صحیح باشه. شهبال شب‌پره آدمی است که نظیر نداره. نظیر به این معنا براتون بگم، یه تکخال هایی ما داریم در عرصه ادب، فرهنگ، موسیقی، هنر، سینما، باله، رقص، اینا تکرار نمیشن. شما اگر هموطن عزیز من زندگی شهبال شب‌پره رو برمیگشتی در نیم قرن پیش نگاه میکرد، من پدر شهبال رو میشناختم، سرهنگ شب‌پره، آدم نازنینی بود، به سینما دلبسته بود، قصه مینوشت و فرزندانش هم تو این عرصه اومدن و واقعا این برادران شب‌پره همشون در عرصه هنر بودن. من اون زمانی که کوچینی برنامه داشت که بلکتس رو داشتن، از اون زمان شهبال میشناختم، حتی مراسم نامزدی ما اونجا برگزار شد. من شهبال شب‌پره رو خیلی دوست دارم، خیلی بهش اعتقاد دارم. تو این 30 سال ده‌ها بلکه صدها هنرمند رو او به صحنه آورد، معروف کرد. بعضیاشون قدردان بودن و بعضیا ناسپاس، ولی او به کار خودش ادامه داد. حضورش در تلویزیون ایران فردا حضور بسیار با برکتی بوده، از نظر اینکه هر بار چهره های آورده، با هنرمندان گفتگو کرده و اون طرح فیم هم در پس ذهنش هست و دنبالشیم برای اسپانسر. این که میگید اول برنامه حرفی میزنه اشکالی نداره، او داره میگه چون آدم سیاسی نیست و تلویزیون ما بخش عمده سیاسی است، او میگوید در این حرفایی که ما داریم میزنیم، او در این حرفا خودش رو جدا میکنه و کار درستی هم میکنه. او یه هنرمنده، او با موسیقیش به جنگ جهل میره، لزومی نیست همه شعار بدن، با شعار همه چی حل نمیشه. اون خانومی که آخر برنامه میاد، دختر من و دختر شما و دختر خیلی از کسای دیگه است، بچه های ما هستن، در خارج از ایران بزرگ شدن یا متولد شدن، زبان فارسی رو با شیرینی به این صورت حرف میزنن. این نباید باعث آزردگی شما بشه. کسی نمیخواد کار نامتعارفی بکنه. در واقع او داره یک دخترکی رو که در خارج از ایران بزرگ شده و زبان فارسی رو یاد گرفته و به موسیقی ایرانی علاقمنده، او رو عرصه‌ای بهش داده که بیاد و حرف بزنه، هر روز بهتر از پیش. کمی با نگاه مثبت به ماجرا نگاه کنید. اصلا آقای شهبال شب‌پره قصد این نداره که یا نمایشی بده یا به قول معروف بخواد خودش رو بالا ببره، نه، خیلی آدم خاکی هست. اگر او رو بشناسید، گلیبانو، همسرش رو، دخترش رو، خانوادش رو، برادر شهرام رو، برادر دیگرش رو، اینا همشون آدمایی هستن که عمرشون رو در این کار گذاشتن. شما کسی رو مثل شهرام پیدا میکنید که 40 داره میخونه، هنوزم جوانها با آهنگاش میرقصن، قشنگ دیگه. ممنونم ازتون. هموطن بعدی، سلام عرض کردم. من رضا هستم، از آلمان تلفن میزنم. خیلی سپاسگزارم از برنامه های قشنگتون. جناب نوری‌زاده، من یه پیامی دارم. الان این کانال تلویزیون کانال یک مدت‌ها داره تبلیغ میکنه، چندونم تابلت و ریسیور و از این چیزا. من تو آلمان زدین کنم، مسئول پناهندگان کمپی هم هستم. بعد این مردم از حدود 4 ماه پیش 4 ماه 5 ماه همینجوری تقاضای خرید تبلت کردن و به اصطلاح این بیچاره خیلی هاشون هم مستر کارتونه نداشتن، اومدن بگی کسای دیگه که تو آلمان هاشون. من میدونم چه میخواد بگی دوست من. اولا من نمیخوام درباره تلویزیون های دیگه اظهار نظری بکنم. تلویزیون کانال یک تلویزیونی است که با
یاری های شما و کارهای تبلیغاتی و کارهایی که در عرصه عرضه بعضی کالا انجام میده اداره میشه. من برای درآمد دیگری نداره. خیلی هم صادقانه میاد آقای همایون و همکارانشون، داریوش و دیگران میان و کالایی رو که دارن عرضه میکنن. شما هم مشاهده میکنید. اگر علاقمندی تبلت نمیدونم جی ال ویس هست، کتاب هست، چیزای دیگه میخرید. حالا چندین برای من پیام بود که من اتفاقا اون موردا رو چون همکار من به من گفت گفتم حذف بکنه. حالا یکی نمیدونم چرا، من وارد این عرصه نمیخوام بشم. ضمن اینکه دوست من وقتی یه کالای عرضه میشه 500 نفر اونو میخرن، مگه میزان این کالا در اون انبار چیست؟ من خودم با کانال یک همکاری میکردم، میرفتم اونجا گاهی اوقات خودم هم بعضی از کالاها رو میگرفتم و اونجا هست 500 تا تابلت هست. وقتی 1000 نفر میخرن باید صبر بکنن 2 ماه بعد 1 ماه بعد تا تولید کننده 500 تا دیگه براشون بفرسته. این درست نیست که آدم همش با انتقاد این قضیه رو نگاه کنه. کتاب های منو میفروختن، کتاب من تموم میشد، تا چاپ بعدی بیاد خب 1 ماه طول میکشید. اون کسی که کتاب رو خریده دلش میخواد 2 روزه دستش برسه، یا یه سری سی دی خریده میخواد 1 هفته حد اکثر دستش باشه. مشکله، بسته‌بندی باید بشه، از آمریکا پست بشه مثلا به نروژ، زمان میبره. یه مقدار با دید مثبت به قضیه نگاه کنیم. به هر حال یه تلویزیونی است، اتکا به بینندگانش و یاری های اونها داره، کالایی هم داره براتون عرضه میکنه. نیومده مثلا یک تابلت رو بهتون نشون بده و بگه آقا این یه دستگاه عظیم کامپیوتره که باهاش با ماه وصل میشه. نه، خیلی ساده میگه آقا کانالای تلویزیونی میتونی با این ببینی، تایپ هم بکنی روش، کتاب هم روش هست. خیلی ساده، خیلی هم قیمت مناسب عرضه میکنه و به شما میده. بنابراین من معتقدم یه مقدار دیدمون رو مثبت بکنیم. یه مقدار به هر حال تلویزیون ها باید از کجا تأمین درآمد کنه. شما مطمئن باشید اگر این انسان شریف برجسته آزادهی که ما رو یاری میرسونه و یکی دو تن دیگر که هر از گاه این لطف رو دارن نبودن، منم چاره جز این نداشتم. البته من هرگز نمی اومدم برنامه تلویزیونی درست کنم و بعد اینقدر فیزیر فشار عصبی باشم و بعد تازه بعضی از دوستانم از سر کم لطفی بیان انتقادهایی از من بکنه. ولی به طور کلی دارم میگم، به هر حال هر کس نگاه و دیدی داره. بنابراین به نظر من باید یه خود با انصاف باشیم. یه تشکیلاتی، یه تلویزیونی با تعدادی کارمند، همکار داره برنامه عرضه میکنه، داره اداره میشه، داره مبارزه میکنه و باید با دید مثبت باش برخورد کرد. هموطن بعدی، خسته نباشید، از ایران صحبت میکنم. قطعه شعری دارم تقدیم میکنم. خدایا کشور اجدادی من، همین خاک و همین آبادی من، که رستم بود از اسطوره آن، کنون گشته اسیر دست دیوان. نه از بیژن خبر باشد نه از گیف، نه گودرز مانده تا دست بنده از گیف. چنان دانم که در دورانی از در، همه مردان نامی جنس گوهر، همه مردان نامی شهسواران، همه عاشق ز خاک پاک ایران. نمیگویم هنرمندان چه بودند، همه دیوانه و دردانه بودند. نمیگویم که فردوسی چه ها کرد با دلیران، که یک شهنامه شد این خاک ایران. چون این شاعر تو گویی یک پیامبر، پیام ماندگار از عصر دیگر. همه بیداری و زنده دلی بود، چون مجنون در پی عشق گلی بود. نمیگویم ز حافظ سعد شیراز، نمیگویم ز خیام نظرباز، کمال مرمر نقاش زبردست، هنر را همچنون بگرفته بعد دست. ممنونم، ممنونم از احساساتتون و شعرتون، سپاسگزارم. ولی دوست عزیز یک اشاره فقط بکنم. میدونید که نظربازی در ادبیات یک معنا و مفهوم خاص داره. ممنونم. خیام نظرباز نبود، خیام فیلسوف و عارفی بود که
واقعا نه فقط در ایران، در دنیا هم نظیرش کمتر پیدا میشه. هموطن بعدی، تشکر میکنم از برنامه خوبتون و سوال نوعی به همه عزیزان در شبکه ایران فردو تبریک میگم. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزتون شبتون بخیر. سپاسگزارم دوست عزیزم. هموطن بعدی، درود بر شما و جناب آقای نوری‌زاده و همچنین کارکنان عزیز و مهربان. من یکی از شنونده های تلویزیون هستم که تمام مدت برنامه های جناب آقای نوری‌زاده رو دنبال میکنم و از هر گفته ایشون نتیجه میگیرم و خوشحال میشم که کسی هست دفاع میکنه از فکر و ذکر ما ایرانی هایی که در مورد ایران فکر میکنیم. ولی متاسفانه ادهی که هنوز بعد از 35 سال نمیتونم تشخیص بدن خوب بودن و بد بودن، انتقاد بکنن، متاسفانه گوش میدم و ناراحت میشم. جناب آقای نوری‌زاده، شما راه خودتو برو و کاری که باید انجام بدی و مردم هوشیار بکنی، خصوصا تیپ جوانی که در این زمان به دنیا میان، باید بدونن که در گذشته چی بوده و در الان چی. من بسیار خوشحالم که آقای نوری‌زاده تمام جزئیات میگه و من ایران که اینجا نشستم 35 سال من بکتم و ندیدم و افسوس بخورم، امروز خوشحال میشم که کسی هست از حق من نوعی دفاع میکنه. آرزومندم که موفق باشی و بسیار متشکر از برنامه خوب شما. سپاسگزارم. سپاسگزارم بانوی گرامی. ضمن عرض تبریک و آرزوی سال خوب برای شما، مطمئن باشید ما با استوار قامتی و با اون انرژی که شما به ما میدید راهمون رو ادامه میدید. من نازنین، بگذارید این رو بگم براتون که چند شب پیشم در برنامه‌ام گفتم دو اصل طلایی داشتیم که بارها گفتم و میدونید: ناسزا نه، پرونده سازی نه، این کنار، توهین نه. دو هدف طلایی هم داریم. یه هدف برای من مبارزه با جهله، با جهل و خرافات. من هرگز اجازه نخواهم داد تلویزیون ایران فردا به پایگاهی علیه مذهب و دین مردم تبدیل بشه. این رو بدونید، هرگز در این تلویزیون اهانتی به دین مردم نخواهد شد. هر دینی دارن، مسلمانن، شیعه هستن، اهل سنتن، اسماعیلی هستن، زیدی هن، یهودی هستن، مسیحی هستن، زرتشتی هستن، سابعه هستن، بهایی هستن، به قادری ها دل بستن، اخباری هستن، همه اینها رو بدونید، عارف هستن، به عرفان دل بستن، صوفی هستن. من به همه اینها احترام میگذارم. تا آن زمانی که تلاش نکنن از دین دکان درست کنن و بخوان با فریب مردم به اهداف مالی و سیاسی و قدرت و غیره برسن. تا پیش از انقلاب مردم برای روحانیت حرمت بسیار قائل بودند. من حتی میبینم در بیانیه‌های جبهه ملی در موقع ملی شدن نفت در سال 32، در سال 40، همه جا روحانیت و آیین اسلام مورد احترام قرار گرفت. پس تا زمانی که آخوندها دکاندار نبودند، شکرفروش نبودن، کاندوم نمیفروختن، لاستیک نمیفروختن، مورد حرمت جامعه بودن. تا زمانی که آدم نمیکشتن، به نوامیس مردم تجاوز نمیکردن، مورد احترام بودن. وقتی این کار شدن، مورد احترام نیستن. همونطور وقتی یک حاخام یهودی خواهان آن میشه که تمام فلسطینی‌ها را از بین ببره، این دیگه حاخام یهودی نیست، از دین موسی برگشته، به تورات پایبند نیست،
اگر یک کشیش مسیحی میاد قرآن رو آتیش میزنه، به تعالیم عیسی مسیح اعتقاد نداره. اینا رو یادمون باشه. بی حرمتی به آیین ها کار درستی نیست. مبارزه با جهل و خرافات باید وظیفه همه ما باشه. 36 سال امپراتوری جهل و خرافات و تزویر و فریب در کشور ما برپا شده. هر دعا نویسی شده مرجع، هر ملای بی سواد روزخانی شده قاضی، مسئول قوه قضاییه، و نمونه های بسیار، نماینده پارلمان. یه وقتی تو پارلمان سید ابوالقاسم کاشانی نماینده بود، مرحوم حاج سید جوادی بود، اینها بودن. اگر از روحانیت بود مرحوم سید حسن مدرس بود، اینها در مجلس بودن، نه اینا که الان داریم میبینیم به اسم روحانیون. و نمونه های دیگه. اصل دومی که برای تلویزیون ایران فردا هدفه، شناختن گذشته است. ما گذشته خود رو نمیشناختیم. ما اگر تاریخ صفویه رو خوب خونده بودیم، هرگز زیر بار آقای خمینی نمیرفتیم. متاسفانه نخوندیم، متاسفانه دقت نکردیم. بنابراین هدف تلویزیون ایران فردا هدف است، این دو هدف. من میکوشم با همکارانم پرده از گذشته برداریم و واقعیت‌ها رو آنطور که بود، خوب یا بد، آشکار کنیم. مردم ایران باید بدونند مردان خدمتگزاری بودند که این رژیم به ناحق روی اونا زبدر قرمز زد یا زبدر سیاه، تیربارونشون کرد، اعدامشون کرد، دربدرشون کرد، نامشون رو مخدوش کرد، حضورشون رو مشوه کرد. اینها رو باید نسل جوان بدانه و این کار رو میکنه. هموطن بعدی. الو، با عرض سلام و خسته نباشید، از آقای نوری‌زاده تشکر میکنم که این همه زحمت میکشه و این همه به مردم در مورد مسئله سیاسی آگاهی میده. مرسی، با تشکر از زحمات فراوان شما. ممنونم فرزندم، صدات نشون میداد خیلی جوانی. چقدر خوشحال میشم شما جوونا به ایران فردا اینقدر توجه دارید. ممنونم، خدا رو شکر میکنم. اون آرزویی که همیشه داشتم که بتونیم این تجربه رو به نسل بعدی، نسل جوانتر منتقل کنیم، داره برآورده میشه. هموطن بعدی. من سلام میکنم به دکتر علی رضا نوری‌زاده و به دکتر سازگارا. همیشه پای میزگرد سیاسی این دوتا عزیز می‌نشینم و امیدوارم همیشه ساق و سلامت و موفق باشند. و صدای من هم پخش کنید. در آگاهی مردم و جوانان ملت ما خیلی مؤثر هستید. موفق و سر بلند باشید. سپاسگزارم دوست کرد من. ممنونم، صدا معلوم بود از خاک پاک عزیز کردستان است. کاک عبدالله مهتدی اومده بود و برام میگفت که کردها چه نوروزی امسال گرفتن. اون وقت نویسنده عرب ایرانی که شهرتش رو مدیون نوشتهاش به زبان فارسی است، میگه ما عرب ها با نوروز اصلا کاری نداریم. شما ممکنه، ولی میلیون ها عرب ایرانی نوروز رو مثل بقیه اقوام ایرانی با عشق گرامی میدارن. یادتون مثل که رفته تو خوزستان چه نوروز و چهارشنبه سوری داشتیم و داریم. هموطن بعدی. با سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، من واقعا یک چیزی میخواستم که تو ایران فراموش شده هستن راجع به اینها صحبت بکنم. الان وضعیت زندانیان سیاسی خوب همه میدونن و دنبالشون، ولی زندانیان مالی ما تو یک شرایط بسیار سختی زندگی میکنن و با این قوانین اینقدر به اونها اجفاف میشه، با کوچکترین بدهی به اسم کلاهبردار و نمیدونم غیره و ظالم صدای میفرستنشون تو زندان ها به حبسای طولانی مدت بیرحمانه. اینه که خواستم اینو مطرح بکنید که مردم بگید یک مقدار نسبت به هم گذشت پیدا بکنن. سپاسگزارم ازتون، لطف کردین. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزم، کاملا حرف درسته.
انسانی که برای 2-3 میلیون تومان به زندان میفته و روزهای سختی رو در زندان دور از خانوادش سر میکنه، با اون وقت میلیارد میلیارد اهالی ولایت فقیه میدزدند و میبرند. عزیزم تلخه، سخته، ولی یه سر تعمل کنیم این صبر ما ملت تا کجا ادامه خواهد داشت. هموطن بعدی، خدمت شما دکتر علیرضا نوری‌زاده عزیز. من یه نظری داشتم راجع به شورای ملی مقاومت ایرانیان. من نظرم اینه که همینطور که ما این شورا رو درست کردیم، بیاییم و سپاه ملی مقاومت هم درست کنیم که روزی بتونن وارد کشور بشن، به این مردم بدبخت ما کمک کنن. این نظر من بود. نظر دوم این در مورد شهدای انقلاب، شهدای این شهدای کشور خودمون، کسانی که در جنگ تحمیلی خامنه‌ای و خمینی با عراق شهید شدن، برای همه مردم ایران شهیدن. فرقی نمی‌کنه مخالف یا موافق، به خاطر اینکه اینها جونشون رو به خاطر خاک وطنشون دادن. ولی کسایی که این سپاهیایی که وارد سوریه و عراق و یمن و کشورهای دیگه میشن و اونجا کشته میشن، جزء شهدای ما نخواهند بود، چرا که اونا تروریستن، نه چیز دیگه. خیلی ممنون، موفق باشید. سپاسگزارم دوست عزیزم. اولا اون شورا که فرمودید شورای ملی ایرانیان است. شورای ملی مقاومت یه چیز دیگه است که وابسته به مجاهدینه. اونها بازوی مسلح هم داشتن، که البته بازوی مسلحشون بعد از سرنگونی صدام حسین، بازوی مسلحشون در واقع از کار افتاد. سلاح‌ها رو که آمریکایی‌ها گرفتن، عراقی‌ها هم در واقع با وضع بدی، با ضربه زدن و کشتن بعضی از افراد بیگناه، اونا رو از اردوگاه اشرف بیرون کردن و الان در لیبرتی در وضع بسیار آشفته‌ای به سر می‌برن. البته آقای رجوی و خانمشون در سلامت و با رعایت کامل و در یک زندگی با شکوه اشرافی زندگیشون رو ادامه میدن. هموطن بعدی، دو فراوار. دکتر نوری‌زاده عزیز، با این برنامه های زیباتون از دبی تماس میگیرم. یکی آقای اسداللهی که اصلا برنامه شون چقدر آموزنده است، بعد آقای عباسی زاده، اونم که دیگه جا خودشو داره، صدای ملکوتیش، برنامه چند تا که دیگه نگید که چه لذتی داره. و من آرزو داشتم کسی رو که این برنامه رو ترک کرده و برنامه ریز هست، من اتفاقا یعنی آرزو برآورده شد و ایشون رو دیدم در مصاحبه آقای جمشید سالنگی. خیلی خوشحال شدم، یعنی یه چیزی که شب من فکرشو میکردم، روز اون چیز انگار یه خوابی رویایی بود دیدمش. ممنون از همه زحماتتون، مرسی، عیدتون هم مبارک، خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی گرامی. چقدر این نوع پیام ها همکاران منو شادمان میکنه، چقدر انرژی بهشون میده. آقای محمد صفریان از همکاران عزیز من هستن که برنامه چمتا رو ارائه میکنم و چقدر خوب، و امیدوارم که هر روز این برنامه بهتر بشه و همینطور برنامه های دیگه که با همکاری ایشون تهیه و تولید میشه، مثلا برنامه چهار سو، این برنامه هایی که بار فرهنگی داره ولی در این حال ادای روشنفکری توش در نمیارن و بسیار زیبا اجرا میشه. هموطن بعدی، سلام، خدا قوت، خسته نباشین، خدمت همه عزیزان که برای برقرار نگهداشتن این تلویزیون صادقانه و به قول معروف زحمت میکشن، خدا خیرتون بده. خواستم سال نو رو تبریک بگم از خداوند برای هم عزیزان، حاضر توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی دارم، خداوند به همه تون طول عمر با عزت بده. بعد یه عرض کوچیکی خدمت آقای دکتر عزیزمون داشتیم، دیروز نه پیروز آقای دکتر برنامه خانه پلری به قدری بابت یه سری مسائل کاری عصبانی بود که خدا شاید اگر اون لحظه دستگاهی بود ضربان قلب ما را میشد اندازه بگیری، شاید بگم پا به پای آقای دکتر. البته
هرچی هم میگم خب نمیتونیم بگیم مثل ایشون ناراحت شد، اما واقعا ناراحتی ایشون ناراحتی ماست. ایشون باید اینو بدونن که اگر ایشون یه عطسه بکنه 40 میلیون آدم اینجا عطسه میکنن. اگه بدونن که چجوری ما دوستشون داریم، واقعا بهشون علاقمندیم به خاطر شخصیتشون، دقت نظرشون و خیلی مسائل دیگه که خیلی چیز ازش یاد گرفتن و به قول مولا هر حرکت به کسی چیزی بیاموزد او را بنده خود ساخته. ما به این دید به استادمون آقای دکتر نگاه میکنیم. ازتون خواهش میکنم که آقای دکتر مراقبت سلامتیتون باشیم. اینجا خیلی دوستدار داده، اینجا خیلی دوستدار داده. من بازم تشکر میکنم، از خدا باید آرزوی سلامتی دارم. همیشه لباس شما رو خندان ببینیم و دور از همین مشکلات. هرچند شما به قول معروف خیلی محقر از این هایی که بخوای با این بادا بلردی. ممنونم دوستم، متشکرم. مرا غرقه در شرب میکنی، اینقدر محبت و لطف داری. واقعا آرزو میکنم این ارتباط زیبای عاشقانه که بین ما هست برقرار باشه و من لیاقت اونو داشته باشم، من و همکارانم، که این طور مورد مهر و توجه شما باشه. هموطن بعدی من، من تمنی شما زحمت کشا پیشا پیش عید نوروز تبریک میگم به شما، دستم در کارا عرض ادب و تبریک آقای نوروزاده. آقای نوروزاده امروز پنجشنبه است، پای روز سه‌شنبه این کنزینگتون رفته این روز برای آتیش بازی از شاه آقا رضا. من اومدم رستوران یاد شاه آقای اشراقی، بعد دفعه خانم عرض میگه نشسته من اونا رو میشناختم. من خب تبریز میرم اینجا، بعد آقای اشراقی برگشتان گفت فلانی فهمیدی خانم عرض چی میگه؟ میگه این شایعه انداختن این آتیش بازی که شما را میندازین توی تاریخ، شما آتیش درست میکردیم مسلمان ها رو میسوزوندیم. گفت آقا من نمیگی پاشدیم با آقای شقیق نشستیم با اونا صحبتیم، نه بابا این تاریخ هم آتیم اینجوریه. بعد اون خانمه گفت آقا پیچیده الان تو عربا که در سال شما یه همچین روزی داریم مسلمان ها رو میسوزوندیم. من خواهشم از شما اینه که با روزنامه های عربی کار میکنم، در واقع دوستان داریم تلویزیون های عربی میریم، اینو خواهش میکنم یه انعکاس بدیم، یه تعریفی از چهارشنبه سوری ما بشه، برای اینکه مردم عامه تو خیابونای لندن عربا برگشتن دیدن شما آتیش میسوزوندین که مسلمان ها رو بکشین. ممنون میشم این توجه کنید. متشکرم دوست من. این شاید آدم های نادان جاهلی از این عوام بودن، ولی اولا من چندین مقاله درباره چهارشنبه سوری و نوروز به زبان عربی نوشتم در الشرق الاوسط، در المجله، که یک گزارش خیلی مفصل در نشریه خودم الموجز اینا رو همیشه نوشتیم. در این آدم های نادانی بودن. یه چیزی که به ما میگفتن این بود که این آتش نشانه اینه که ایرانی ها هنوز دلبسته مذهب زرتشتی هستن، اینو میگفتن، ولی اینکه ما عربا رو باش آتش میزدیم ابدا، چون زمانی که اومدن حداقل برای دو قرن آنچنان مسلط بر سرزمین ما بودن که ما فقط تونستیم زبان، فرهنگ و تمدنمون رو حفظ کنیم، ولی بقیه مظاهر زندگی ما دگرگون شد و باورهامون. هموطن بعدی، سلام علیکم. من آقای نوروزاده، من قبلا هم شما رو میشناختم، شما من میشناسی. من کارگر چاپخونه بودم و حروف چینم بودم. از کلیه خبرهایی که شما نویسنده ها میدادین دست ما، ما میخوندیم اول، بعدا حروفشو میچیدیم چاپ میشد. شما میگی آقای زنده‌یاد دکتر محمد مصدق. خب من میخوام ببینم آقای زنده‌یاد دکتر محمد مصدق چه تاجی به سر طبقه کارگر زد که شما میگین آقای دکتر مصدق. آقای دکتر مصدق رئیس شهربانی خودش رو به کشتن داد، دستور قتلش رو صادر کرد به وسیله آقای دوست من. دوست من، معلومه سنی از شما گذشته. کارگران زحمتکش حروفچینی همشون افراد باسوادی بودن. اون زمانی هم که با دست میچیدن تو گارسه، واقعا یادم نمیره تا نیمه شب
میشستیم به اتفاق عباس پهلوان عزیز، من خیلی جوان بودم، میرفتیم به چاپخانه و این کارگرا میچیدن، حالا یه تیکم اگه سانسور میشد بعد همونجا مطلب نوشته میشد دوباره حروف چینی میشد. آدم های باسفر، آدم های منصفی هم هستن. شما چطور برمیگردی میگی دکتر مصدق رئیس شهربانی خودش کشت؟ داستان قتل ناجوان مردانه آقای افشارتوس دیگه این آشکار شده، افرادی که متهم بودن آشکار چه کسانی بودن، کیا بردنش که در اون غار او رو، شاید هم عمد تعمد نداشتن او رو بکشن ولی کشتن. اینو به زندیات دکتر مصدق نگوید. بعد دکتر مصدق فرصتی پیدا کرد که برای کارگر رو کاری بکنه، نفت و ملی کرد و اگر مسیر این کار درست رفته بود که بعده نمیگم دکتر مصدق بدون تقصیر و یک فرشته است، نه، ما تو تاریخمون همیشه این افراط و تفریط رو داریم، همیشه گفتم باید اللهی از تاریخ ما برافتد، حزب اللهی، شاه اللهی، رجوی اللهی، مصدق اللهی، همه اینا باید برافته. انسانها رو عادلانه با یک دید امروزی و با توجه به خدمات و عملکردشون بررسی کنیم، نه اینکه نه خیر آقا تو حق نداری یک کلمه راجب شاه بگی، راجب مصدق ابدا، راجب قدیسین هم الان بحث میکنن. نگاه کنید مسیحیت راجب مقدسترین مسائل بحث میکنه، چرا نه، ما هم باید بحث کنیم. اما دکتر مصدق اگر اون پیشنهاد آخر رو پذیرفته بود یا به نفع زندیات علایار ساله کنار میرفت، شاید مسیر زندگی ما به گونه دیگری بود و در سال 57 خمینی نمی اومد و بر مملکت ما مسلط نمی شد. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده، من یکی از علاقمندان پرکاوش شما هستم. موردی رو می‌خواستم به عرض می‌رسونم، متاسفم که زمانی که من مرتبا منزل آقای دکتر سرفراز بودم شما رو زیارت نکردم. با آقای دکتر ناظرزاده کرمانی، ایشون فوت کردن، آقای دکتر ترپناس و من در کلیه مراسمش بودم. تذکر ندارم از برنامه خوبتون، خیلی خیلی ممنونم. فکر میکردم اطلاع ندارد که آقای دکتر سفرش فوت کردن. سپاسگزارم دوستان، تندرست سلامت و پایدار باشید. بسیار متاسفم، آن مرد بزرگ که از او بسیار آموخته بودم دیگر نیست. لحظه چند بر این لوح کبود نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود، اما این نقطه پایداره چون ما ها ازش آموختیم و ما منتقل میکنیم به نسل بعد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگه همین موقع همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و میگم ما برنامه را یک روزم تکرار براش گذاشتیم که تقاضای شما بود که دو نوبت بشنوید، البته باید زمانش هم زیادتر بکنیم. بدرود.